سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. مهمون این برنامه من مادر یک پسر 10 ساله است. من میخوام ازشون بپرسم برای پسرشون چه جور کتابهایی میخونن. من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم. این معرفی ساده و صمیمی از کتاب رو همه ما از حفظیم. شیرین ترین تعریفیه که از کتاب سراغ داریم. به محض اینکه خوندن و نوشتن یاد گرفتیم، شعر یار مهربان هم ملکه ذهنمون شد. و وقتی این شعر رو از توی کتاب میخوندیم تا حفظ کنیم، اون پایین اسم شاعر بزرگش رو با حروف کوچکتری نوشته بودن: عباس یمینی شریف. ما حتی قبل از مدرسه رفتن از یمینی شریف شعر حفظ بودیم: ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم، ما سرزمین خود را مانند جان میدانیم. یمینی شریف سرزمینش رو مانند جان دوست داشت و عمرش رو به پای گلهای خندان این سرزمین صرف کرد. او سالها درباره بچه‌ها مطالعه کرد، برای بچه‌ها شعر و قصه نوشت، از مؤسسین شورای کتاب کودک بود، دبستان تأسیس کرد و با راه اندازی و مدیریت کردن کیهان بچه‌ها شیرینی مطالعه رو به کام بچه‌های ایران نشوند. برنامه امروزمون رو تقدیم می‌کنیم به عباس یمینی شریف که عمرش رو گذاشت برای پرورش کودکانی که به قول شعر خودش دانا و بینا باشند و از بحر حفظ ایران توانا باشند. برای باغبان گلهای خندان ایران، برای عباس یمینی شریف. امضا کتاب باز. خانم شقایق دهخان به کتاب باز خیلی خوش اومد. خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که اینجا پیشتون هستم. ما هم خیلی خوشحالیم که شما به کتاب باز اومدین. نویان پسر شما 10 سالشه، درسته؟ بله. بعد خودش کتاب میخونه یا شما براش کتاب میخونین؟ راستش یه ذره تنبله تو کتاب خوندن، یعنی هی سعی میکنیم که تشویقش کنیم که خودش بخونه. من از خیلی وقتی که سنش خیلی کم بود واسهش کتاب میخوندم، همیشه، حتی موقعی که خیلی کوچولو بود تصویرا رو بهش نشون میدادم از روی کتاب و شروع کردم از روی تصویرا، یعنی حتی خود قصه رو نمیگفتم، از روی تصویر واسهش داستان تعریف میکردم. تا یه سنی هم خودم براش خوندم، ولی الان سعی میکنم که کنارش میشینم میخونه، یه کلمه هایی رو عجیب غریب و چرت و پرت میگه، تلفظ میکنه و اینا، ولی هی بهش کمک میکنم که خودش بتونه بخونه. یادمه که نویان به دایناسور خیلی علاقه داشت. بله. بله. هنوزم علاقه خیلی. داره. آره، بله، خیلی. یعنی مثلا تو کتابا دوست داره شخصیت‌ها دایناسور و هیولا اینا باشه. اصولاً فانتزی رو دوست داره نویان. اصولا فانتزی رو توی داستان، چه توی کتاب چه توی فیلم، دوست داره و توی بازی‌هاش هم همین جوریه. یعنی یه مجموعه بازی داره با اسباب بازی‌هاش که براشون داستان داره و میزانسن داره. یعنی مثلا چند تا مثلا آدمو میچینه، بعد از این ور چند تا دایناسور رو میچینه که اینا دارن حمله میکنن و اونا از اون طرف میان و یه سری هلیکوپتر از اون بالا دارن میان اینا رو بمبارون کنن. پس کتابهایی که توش یک فانتزی هست دوست، خودتون هم فانتزی دوست دارین؟ من نراستش، یعنی اصولا خب این موج همش توی خونه ما هست دیگه، برای اینکه یک مجموعه فیلم و داستان و اسباب بازی هستش که همش یک حال فانتزی گونه ای داره و خب به هر حال من باهاشون آشنا هستم، ولی نه 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 اونقدر نه. من خیلی فانتزی رو خیلی هم دوست دارم که سر در بیارم، ولی نمیدونم چرا با دنیای فانتزی متاسفانه ارتباط برقرار نمیکنم. چی داره فانتزی که یه عده‌ای اینقدر دوست دارن ولی یه عده‌ای مثل من یا شما
باش زیاد ارتباط برقرار نمی‌کنه. من فکر می‌کنم که خیلی به کودکی خود آدما مربوط میشه، یعنی که چقدر کودک موندن هنوز. فکر می‌کنم که ما هممون توی بچگیمون فانتزی دوست داشتیم، یعنی اینکه ما علاقه داریم به داستان‌های کودکانه و انیمیشن و کارتون و اینا مال اون بخشی از ذهنمونه که از بچگی فضای فانتزی رو دوست داریم و خب اونهایی همچنان دوست دارن که اون کودکی باهاشون. شما تو بچگی چه جور کتابایی می‌خوندی؟ یک مجله بود کیهان بچه ها اون زمان. این کیهان بچه ها خیلی مجله مهمی ها، چون خیلی. اکثر قریب به اتفاق مهمونای ما گفتن اینا درباره کیهان بچه ها صحبت میکنن. بلکه نبود، چیز دیگه ای نبود آنچنان. یعنی کتابای داستان اتفاقا کتابای داستانی که برای بچه ها نوشته شده نبود، یعنی که یه داستانایی بودش که مناسب سن بچه ها نبود. من یادم مثلا کتابایی که میخوندم مثلا حالا برگرفته از شاهنامه بود، ولی خب داستانه واقعا شاید اون سن برای بچه ها نمیباید گفته بشه اون داستانا. ولی کیهان بچه ها یه چیزیش که فکر میکنم هفته یک بار میومد و ما تمام هفته هیجان زده بودیم که اون روز برسه که ما بریم کیهان بچه ها رو بگیریم. اینقدر داستانش رو دوست داشت، هم داستان دنباله دار داشت، هم سرگرمی داشت توش، مثلا معما داشت. آره خیلی خیلی برامون هیجان داشت، جایی داشت که رنگ دادن میکرد. بله خب با کیهان بچه ها شروع کردین و بعد چه جوری ادامه دادین؟ دیگه واقعا تو یک سنایی شاید مثلا به سن 14-15 سالگی که رسیدم دیگه شروع کردم جدی کتاب خوندن، رمان خوندن. رمان مثلا یادم که اولین رمان جدی زندگیمو که خوندم دزیره بودش، که اصلا با یک فضاهای جالبه که جای دیگه دنیا اتفاق میفته، در عین حال داستانهای عاشقانه موازی توش پیش میره به اضافه تاریخی که توش بیان میشد. بعد یه اتفاقی که میافتاد اینه که من یه خواهر بزرگتر داشتم که خب اون خیلی به کتاب خوندن علاقه داشت و خیلی سعی میکردش که این علاقه رو تو ماهی بیدار بکنه و برامون کتاب میخرید و اینا. یه چیز جالبی امروز دقیقا امروز یادم افتاد که میخواستم بیام به این برنامه، یادم که من سال سوم دبیرستان بودم، کتاب میبردم مدرسه، توی جا میزم میذاشتم کتاب میخوندم. یه داستانی بودش که سر کلاس آره سر کلاس ادبیات من یک کتاب داستانی دیگه داشتم. معلم ادبیات داشت، ادبیات درس میداد، من داشتم که حالا اینو میخوام بگم که برخورد معلمو میخوام بگم چقدر جالب بود. یه داستان سیاسی عاشقانه بود، یک نویسنده ایرانی، یک مجموعه داستان بودش که من یه دونه داستانی شدشم میخوندم. همینطور که داشتم میخوندم داشتم که آره دقیقاً همینجوری داشتم عشق میریختم، اینو میخوندم و داشتم عشق میریختم، برای اینکه داستان یه دختری بودش که توی زندان بود و حالا میگم اون رابطه های عاشقانه رو داشت. یهو معلمم گفتش که دهخان چی کار میکنی؟ بعد گفتم که خانم سه صفحش مونده فقط. بعد گفتش که باشه بخون. چقدر جالب. آره. اجازه داده دیگه. بله. سه صفحه. آره دیدم یعنی چاره دیگه ندارم، فقط کتابو درآوردم نشون دادم گفتم سه صفحش مونده، گفت باشه بخون. بعد نمره‌هاتون کم نمیشد؟ نه بچه چیزی بودم، من حالا خیلی باهوش نبودم تو درس خوندم، ولی درس خون بودم. خب یادم رفت به خواهر بزرگترتون داشتین اشاره میکردی. آره. خواهر بزرگتر اینجا نقشش چی بود؟ میگم خودش خیلی کتاب خون بود و خیلی سعی میکرد که ما رو هم کتاب خون بکنه. بعد همیشه اونم همین کارو میکرد، یعنی وسط کتابای درسیش کتاب داستان میذاش میخوند، که اگه بابام یهو اومد تو اتاق بابام فکر کنه که این داره کتاب میخونه. خیلی وقتا پدرم میومد میدید که اون کتابی که رو گذاشته برعکسه، کتاب درسی برعکسه. لو میرفت دیگه. آره سری کتاب علوم برعکس داره میخونه. سه تا خواهر و یه برادر دارم. بله، درست میگم. بله. و کتاب خوندن تو خانواده بود؟ میدونم که پدرتون خیلی فرهنگی بودن. آره ولی خیلی جالبه که من یک عمه داشتم که معلم بودن ایشون و خیلی ما از طریق ایشون با کتاب خوندن آشنا شدیم. یعنی همیشه کادوهایی که برای ما می‌خرید، چه عیدی چه مثلا اگر که می‌خواست به ما جایزه بده، همیشه کتاب به ما کادو می‌داد. بعد کتاب وقتی که دستتون می‌گیرین تموم می‌کنین یا ممکنه کتابی رو ناتموم رها کنین؟ نه تموم می‌کنم. حتی اگر دوست نداشته باشی؟ شاید یکی دو دفعه شده که ترجمه خیلی بد بوده که ترجمه دیگه اینقدر اذیتم کرده احساس کردم داره بهم توهین میشه که نخوندم. ولی نه واقعا همیشه این فیلمو ممکنه، فیلمو مثلا همون اول که ببینم، یه رو ببینم که خیلی بیراهه داره میره و دوست ندارم، واقعا ادامه نمیدم فیلمو. منتها کتابو همیشه این امیدو دارم که بذار بخونم شاید که در نهایت کتابو پس رها نمیکنی. من میدونم که فیلمم زیاد میبینید،
لذت کتاب خوندن و لذت فیلم دیدن چقدر با هم شبیه یا چقدر با هم متفاوتن؟ ببینید تو فیلم دیدن فیلم تمام مدت داره یک مجموعه تصویر به شما میده. شما وقتی کتاب میخونی برای خودت تصویرسازی میکنی در حقیقت. فیلم این انتخاب رو بهت نمیده که اون تصویرسازی رو بکنی. من اگه یک کتابی رو بخونم و شما یک کتابی رو بخونید کاملا ممکنه دوتا تصویر کاملا جدا از محیطی که اون اتفاق داره توش میفته، از کاراکترهایی که توی اون کتاب هستن، من یه تصویر دیگه داشته باشم، شما یه تصویر دیگه داشته باشی و این به نظرم چیزیه که توی کتاب جذابه. و الان کتاب خوندنتون بیشتره یا فیلم دیدن؟ فیلم دیدن بیشتر متاسفانه، کتاب خوندن. چرا گفتید متاسفانه؟ برای اینکه خب خیلی خوبه که آدم فرصتشو داشته باشه که کتاب بخونه. ما یه دفعه سر یه کاری با هم بودیم، شما گفتیم بالاترین لذت زندگی به نظر من کتاب خوندن، همه به شما خندیدن. یکیش خود من. آره چه جمله ای حکیمانه. نه بچه‌ها داشتن راجع به غذا خوردن حرف می‌زدن که اصلا لذتی بالاتر از غذا خوردن وجود داره، بچه‌ها گفتیم بله کتاب خوندن. و یه 5 6 نفر مثلا اینجوری بودن که من گفتم. خیلی ممنون اینو. آره ولی کتاب خوندن نه که فرصت، یعنی بیشتر از اینکه فرصت بخواد تمرکز و آرامش لازم داره. یعنی اینکه شاید هم تجربه است تو کتاب خوندن، یعنی اینکه اگه شما مدام کتاب بخونین ممکنه که بتونین یک جای شلوغی هم کتاب، من میدونم که واقعا برای شما این اتفاق میفته که فرقی نمیکنه، ممکنه که سر کار باشین سر فیلم برداری تو یک اتاق شلوغی بتونین کتاب بخونین به خاطر تجربه و تعداد بالای کتابیه که خوندین. منتها در مورد خود من باید یک فضای کاملا آروم پیدا کنم جای خاص و تمرکز متمرکز باشم روی کتاب. و خیلی یه مدت تلاش کردم که ارتباط برقرار کنم با کتابای صوتی. خب نشد متاسفانه، یعنی هنوز کتاب صوتی که گوش کردم ولی واقعا اونقدر که مثلا تو داستان‌ها بتونم که لذت ببرم از اینکه یک نفر دیگه برام کتاب بخونه هنوز اونجوری ارتباط برقرار نکردم. خب مثلا برای ساعت‌های طولانی ترافیک، ساعت‌های طولانی که آدم مثلا در این رانندگی میکنین و هستین. آره من رانندگی نمیکنم. یا حالا نشستین کنار راننده فرصت بعدی نیست برای میگم استفاده. شاید میگم با خود چیز ارتباط برقرار نکردم، با خود کتابای صوتی هنوز. یعنی فکر میکنم که حالا به هر حال همکارامون هم بودن، مثلا بچه‌ای که رفتن کتابای صوتی کار کردن و اینا، هنوز احساس میکنم که یک فخر فروشی توی صدا وجود داره که موقع کتاب خوندن که تحت تاثیر قرار میده خود فضای کتاب. شاید دلتون میخواد اون جایی که خودتون دوست دارین مکس کنین، اون جایی که خودتون دوست دارین تندتر بخونین. یه ذره غلطه این ماجرا که وقتی کسی کتاب میخونه قرار باشه جای کاراکترها حتی بازی بکنه. یعنی که شما وقتی کتابو میخونین با یک لحن مونوتونی دارین اون کتابو میخونین، دیگه قرار نیستش که اوج و فرود داشته. فیلم که نیستش که، نوار قصه که نیستش که، میدونین. آره من توی بخش بعدی میخوام الان چیز کنم، تقلب کنم سوالی که میخوام بپرسم و بگم که آماده بشین. من بخش بعدی رو با این سوال شروع خواهم کرد که آیا کتاب‌هایی هست که دوباره بخونید یا نه. ولی قبل از اون به من بگین که چایی براتون بریزم یا دمنوش؟ دمنوش چی داری؟ دمنوش عالی، خوشمزه دمنوش. آره مرسی. به من بگو اسم چیه شما شاه پسر؟ مسیحا. مسیحا، آقا مسیحا. نقاشی رو خیلی دوست داری؟ آره؟ آره. اون چیه بغلته؟ درما. نه نه، اونی که اون کتاب دفتر دفتر نقاشی. آره آره همین. چیه میتونم ببینمش؟ چی؟ اون کتاب رو ببینم؟ رستمه. چیه؟ بگی بالا دفتر نقاشی تو خدا دارم میمیرم. آه نکنه. آه چی نوشته روش؟ رستم دیو سفید. خب تو بلدی اینو بخونی این کتابو؟ نه. خب پس برای چی داری کتابو؟ پدرم برام میخونه. جدی؟ مگه بابا هم قصه میخونن؟ نه مامان کتاب میخونه، مامانم من قصه میخونه. الان مامانت قصه میخونه برات یا بابا؟ بابا. مامان قصه نمیخونه؟ نه مامانم. بالاخره مامان یا بابا؟ مامان. بابا برات قصه نمیخونه؟ کتاب چرا؟ نمیخونه؟ کتاب میخونه. خب الان مثلا آخرین قصه ای که برات خونده کی بوده؟ شب. خب
خب چه قصه ای رو خوند برات؟ گلباغ شکمو. چیه قصهش برای من میگی؟ بلی گلباغ شکمو یه عالمه پشری داره میخوره و یه پشری سمی میخوره. اصلا چرا بهش میگن گلباغ شکمو؟ شکمه دیگه نگه اونجا اسکی پوره پشری داره میخوره. گلباغ ها چی میخورن؟ پشره دیگه. چه قصه ای رو خیلی دوست داری؟ دوست داری همیشه برات تعریف کنم؟ نبر در ویلاگ ها بردمش اینجا. ببینم کجا ها تو کنیم؟ کتاباتو بیار همون زیره، همه رو برام توضیح بده. اسمشونو بگو. اسم این رستم بود. رستم کی بوده؟ رستم کی بوده؟ بم نم کچکشه. با دیو سفید چی کار میکردن؟ می جنگم. خب این چیه؟ خرنگه بودی. این قصهش چیه؟ ایپ کلیجونه بود. خرنگه بودی میره بعد دفعه اون بعد عصبانی بعد کار میکنه بعد کنه اشتباه میکنه بعد آقا عصبانی میشه و میره روش آب تمپوشو پرت میکنه روش و میره و اون چی هر چقدر دلاشا رو حروم میکنه و میره و میره خانو زرافه میگه براش لباس خرن که بود چی ببوزه بعد براش میدوزه بعد بعدش بعد کار انجام میده بعدش هم ببینین دمنوشمون ترکیبی از بود کردم عالی بود. بله بله ببینین چه بوی عالی و ترکیبی عالی. از گیاهان به به معطر خوب راضی هستی؟ عالی عالی. شما خودتونم که البته مال منطقه پرگل و گیاهی هستین. بله. بختیاری هستین بله. دیگه بله بله, بله. چقدر عالی. خانم دهقان آیا ممکنه کتابی رو دو بار بخونید؟ نه کم پیش اومده. شاید هم مثلا ور نداشتم که از اول تا آخر بخونم. شاید یه قسمتایشو یهو مثلا حواس کرده باشم که بخونم، ولی نه دوبار نخوندم. یعنی هیچ کتابی نیست که شما بهش دوباره برگردید بخواین دوباره بخونید؟ چرا یه کتابی هستش که صد بار خوندمش. شاید هم بیشتر. خب این برام الان خیلی جالبه. خیلی. یعنی واقعا مشتاقم بدونم کتابی که شما صد بار بله و شاید بیشتر. تقریبا مثلا بعضی وقتا روزی یکی دو دفعه هم حتی میرم سر میزنم میخونم. این چه کتابیه؟ کتاب اسیر تا پیاز، کتاب آشپزی اسیر تا پیاز نوشته آقای نجف دریا بندری که بنده هر موقع که آشپزی بکنم یه سر بهش میزنم. کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز نوشته استاد نجف دریا بندری با همکاری مرحوم خانم فهیمه راستکار. دو جلدم هست. یعنی شما بدون این کتاب آشپزی؟ یه چیز جالبی خود آقای دریا بندری نوشتن تو مقدمه کتاب، اینکه کسی با کتاب آشپزی آشپز نمیشه. یعنی شما باید آشپزی رو بلد باشین. این کتاب کمک میکنه به اینکه بهتر آشپزی بکنین. یعنی مثلا شما یه غذایی رو بلدین بپزین، ولی یک نکته هایی رو بهتون میگه که شاید خودتون بلد نبودین تا الان. یه نکته درباره این کتاب یه چیزی بپرسم اول، آشپزیتون اصولا خوبه یا بده؟ خوبه. آخه من بلد نیستم از خودم تعریف بکنم خیلی، ولی بقیه میگن که خوبه. پس میرین اینجا که تازه اون خوبه رو بهترش بکنی. آره یک چیزهای ریزی، یک نکته هایی که شاید به ذهن کسی نرسه. بعد یه اتفاق بامزه که تو این کتاب میفته اینه که کاملا شوخی
داره کتاب. آره آره دقیقا همینو میخواستم بگم. آره که این یعنی... کتاب یه کتابیه که درسته که دستورالعمل آشپزیه، بله. ولی کتاب خوندنیه، بله. و با یه نثری که آدم لذت میبره، دوست داره توش، جایی میخنده. مثلا یه چیزی که الان تو ذهنم هست، مثلا در مورد آشپزی ژاپنی، در مورد مثلا سوشی و ساشیمی و اینا که با ماهی خام و برنج و اینا درست میشه، یه جا میگن که مثلا به این میگن سوشی، به این میگن ساشیمی، به اون میگن چند تا اسم این مدلی میگن، بعدم میگن که بالاخره ژاپنی هم و اختیار زبان خودشون رو دارن. آره. و چیزه، یه نکته دیگه اینه که آقای دریابندری گفتن که تمام غذاهایی که توی این کتاب هست رو درست کردن. بله، در حقیقت با کمک خانم راستگار. چقدر جالبه که برای حتی آشپزی کردن یه کتاب میتونه به ما کمک بکنه و کتابه میتونه خوندنی باشه. من الان همینجوری به صورت اتفاقی اینو آوردم. یه ذره درباره پنیر از روی این کتاب بخونم. بله، خیلی هم عالی. درباره پنیر. بله. با آنکه نان و پنیر و سبزی ساده ترین و معروف ترین غذای ایرانی است، واقعیت این است که خود پنیر در ایران نه چندان تنوعی دارد و نه در آشپزی به کار می رود. البته هر منطقه پنیر خاص خود را دارد، مانند پنیر تبریز، پنیر کردی، پنیر قزوین، پنیر گلپایگان و غیره، ولی همه اینها شکل‌های گوناگون پنیر سفیدند. امروزه که با پختن بسیاری از غذاهای اروپایی در خانه‌های ما رو آدم دوست داره بخونه، چون ببینه بعد پنیر، پنیر پخته، پنیر تازه خانگی، مثلا پنیر... تاریخچه دارن در مورد سوپ، این خب. که مثلا این نونی که ما ریز میکنیم، میریزیم توی سوپ، میگیم تیلیت میکنیم، در حقیقت چیزیه که از اروپا اومده، برای اینکه نونشون با نون ما هم فرق میکنه. در حقیقت نون باگتیه که توی سوپ حل میشه و به اون شکل در میاد موقع خوردن، مال ما اون نون به اون راحتی حل نمیشه. و مثلا من خودم فکر میکردم که این اصلا خیلی ایرونیه، این ماجره که نون رو ریختن توی سوپ و اینا، در صورتی که اینطوری نیست. یا مثلا در مورد سالاد، که خود کلمه سالاد میگن که هر چیزی که نمک زده بشه، هر سبزیجاتی که نمک زده بشه سالاد محسوب میشه، به خاطر اینکه از سالت میاد این چیز. آها، این کلمه. آها. آره آره، چه توضیحات اینجوری. منم آب افتاد. آره منم همینطور. اینکه گفتین تیلیت، حالا برنامه کتابیه ولی رفت سراغ غذا. ما اصفهانی‌ها یه غذایی داریم که مخصوص اصفهان به اسم بریونی. بله، خیلی هم چرب. آره ولی خیلی خوشمزه است، ولی یه آبگوشتی شما داره. یه کار دیگه هم میکنین که من هنوز، ببخشید وسط حرفتون، شما اصفهانی ها، من هنوز با وجود اینکه همه جور غذایی خوردم و اصولا ذائقه ماجراجو دارم، یعنی تو غذا خوردم با هیچ چیز، ولی هنوز اونو جرئت نکردم بخورم، اونم گوشه فیل با دوغ. من بهتون، یعنی اصلا آره تصورم نمی گنجه که میکنم هم به شما و هم به شما که حتما دوغ و گوشه فیل رو امتحان بکنید و با یکی از خوشمزه ترین مزه هایی که تا به حال تجربه نکردیم. دیگه اینجوری نداره که یه گوشت خیلی چیز عجیبی، انگار یه شیر داره بهتون حمله میکنه وقتی میگم دوغ و گوشت. ما تو اصفهان سالاد یه چیز خیلی ترش و شور با یه چیز خیلی شیرین. آره نه، البته همه دوستای اصفهانی که دارم متفق القول میگن که اصلا عجیب غریبه این مزه. و برنامه رو بردین به سمت غذا، برگردیم به کتاب. توی کتابایی که خوندین شخصیت مورد علاقه ای داشتید که بگین یادتون مونده باشه؟ نه راستش، نه، من خیلی کتاب مورد علاقه که بگم واو مثلا این، یا فیلم مورد علاقه یا کاراکتر مورد علاقه، نه. ولی اصولا تو این کتابایی که اواخر خوندم، کتابای فریبا وفی رو خیلی دوست دارم، به عنوان خانمای نویسنده که الان معاصر هستن و می‌نویسن. بله. و رویای تبت. یه کتاب دیگه هم دارن که اونو خیلی دوست دارم، اسمشو فراموش کردم، ولی تقریبا بیشتر کتاباشون رو خوندم. یه اتفاق عجیبی که توی کتابا میفته اینه که انقدر کاراکترها برای من زندن و انقدر وقتی معرفیشون میکنه راحت باهاشون آشنا میشم که دلم میخواد اون کاراکترها رو بازی کنم، حتی مردای داستانو. چقدر جالب. آره. من یادمه که پرنده من خیلی شروع بر من جالبی داشت که حالا با یه جمله این مدلی شروع میشد، کامل الان دقیق نمیگم، ولی اینکه من در چین زندگی میکنم، در چین کمونیست، تا به حال هیچ وقت چین نرفتم، ولی محله ما اینقدر شلوغه که عین چینه.
خیلی برای من شروع و بعد واقعا وارد اون محله میشه، وارد آدم و اصلا فضاش میشه. مثلا ترلان همینطوریه، ترلان شما یک فضایی رو موقع خوندن کتاب تجربه میکنین که اصلا از نزدیک هم ندیدین اون فضا رو، ولی احساس میکنین که دیدین، آشناین، میشناسین اون آدم ها رو، یعنی اینقدر درست داره معرفی. بدون اینکه قصه رو لو بدین، یه ذره از کتاب ترلان خانم فریبا وفی برامون میگین؟ بگم لو دادم. بله، برای اینکه ماجرای یک خانومیه که در حقیقت میخواد که پلیس خانوم باشه و به تازگی یک جایزه بین المللی هم این کتاب گرفته. بله، و منم با اجازه شما پس از بیننده ها میخواییم که کتابای خانوم فریبا وفی رو بخونم. بله، پیشنهاد میکنم. بله، خیلی زیاد. سوال بعدی منو جواب دادین. سوال بعدی این بود که دلتون میخواد جای کدوم شخصیت‌های داستانی بازی کنید. توی خارجی‌ها، رمان‌های خارجی، ادبیات جهان شخصیتی هست که دوست داشته باشی نقشش رو شما بازی کنی؟ راستش شو اول برنامه راجع به دزیره صحبت کردم، الانم تو ذهنمه و خب خیلی نوستالژی داره واسه من. آره، شاید دوست داشتم که یه موقع دزیره رو بازی می‌کردم. آره، فکر می‌کنم خیلی خیلی اونم شخصیت جالبی. خانم دخان، کتاب خونتون چه شکلیه تو خونه؟ خیلی نامنظمه. کتاب‌ها دسته‌بندی نشده که مثلا اینجا کتاب‌های شعر باشه، اینجا کتاب‌های داستان باشه. دیگه می‌گردم پیدا می‌کنم و خیلی وقتا هم کتابی که می‌خونم و میدم به کسی، نگه نمی‌دارم. چرا؟ به همون دلیلی که دوباره برنمی‌گردم اون کتابو بخونم. آره. و یه دلیل دیگه‌ش هم همین ماجرای شاید فرهنگ‌سازی، این که حالا مثلا کتابو که می‌خونیم بدیم که بقیه هم استفاده بکنن. چقدر هم عالی. برای قرض دادن به قرض دادن کتاب آدم خصیصی نیستی؟ بعضی کتاب ها. چرا؟ برای اینکه اصولا یه ذره هم اینو دوست ندارم که شما کتابی یا فیلمی رو به کسی بدین. وقتی شما یه کتابی رو به کسی معرفی میکنین یا فیلمی رو به کسی میدین، حتما فیلم یا کتابی بوده که خیلی دوستش داشتین. میدونین، وگرنه شما کتابی که دوست نداشته باشین رو که به کسی پیشنهاد نمیکنین، یا فیلمی که دوست نداشته باشین به کسی پیشنهاد نمیکنین. یه حرف اشتباهی هم هست که من نمیدونم این حرف اصلا از کجا شروع شده که کسی که کتاب قرض میده داره اشتباه میکنه، کسی که کتابو پس بده بیشتر داره اشتباه میکنه. آخه این چرا؟ نه، من دوست دارم شریک بکنم من بقیه آدم رو تو لذتی که بردم. آره، یعنی آره. آره، خیلی اینقدر خودم دوست دارم که حتما اون کتابی که خوندم دوست داشتم و بدم که بتونم در موردش با یک نفر دیگه صحبت بکنم. یعنی اینو خیلی دوستم. بله، خیلی تحلیل اون بخش. طرف مقابلم بشنوم در این حال. خیلی. آره. آخر سوال این بخشم بکنم. کتابا براتون خیلی مهمه که تا نخورده باشن، خیلی ترتمیز باشن که نه راحت نه 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 خم میکنین؟ نه، دوست ندارم کتاب خراب شه. آره، ترجیح میدم که تمیز و مرتب بمونه. تمیز و مرتب در اون کتابخانه نامرتب. در اون کتابخانه نامرتب. کتاب‌های تمیز و مرتب در کتابخانه نامرتب. این دمنوشی که ما اینقدر ازش تعریف کردیم داره سرد میشه. تو سرد نشده لطفاً میل بفرمایید نوش جان. اینو هم باید بذاریم تو چی؟ توی این نلبکی. خانم دهخان، بله. به هایکو علاقه دارین؟ بله. اصولا به شعر علاقه دارین؟ خیلی. شعر ایرانی یا خارجی؟ هم ایرانی هم خارجی. و میخونین؟ آره. میگین از شاعرهای مورد علاقتون؟ شاعرهای ایرانی رو خب هم شاعرهای کلاسیک رو دوست دارم، شاعرهای قدیمی، هم شاعرهای معاصر رو خیلی دوست دارم. توی خارجی هم نزار قبانی رو خیلی دوست دارم، ناظم حکمت رو خیلی دوست دارم. یه دوره‌ای آقای سعد من
این ماجرا مال مثلا جوونیامه دیگه، مثلا سن 22 3 سالگی نه خیلی سال پیش یه کاری من برای رادیو انجام میدادم، کار نویسندگی انجام میدادم و اون موقع در مورد شاعرای خارجی تحقیق میکردم. مثلا هر دفعه 4 صفحه می نوشتم، یه پاراگراف راجع به زندگی شاعر بود و یه پاراگراف راجع به خود شعرش بود. آره که خیلی از اون زمان واسم خیلی این علاقه ایجاد شد و البته علاقه داشتم منتها هی آشنا شدم با شاعرای خارجی. ولی منم هم به نزار قبانی و هم به ناظم حکمت خیلی علاقه دارم. بس. خیلی بس. خیلی بس. حالا ما میخوام ازتون خواهش کنم که میدونم نمیشه و سخته، ولی با این کتابهایی که اینجا هست، با اسم این کتابها، با انتخاب 3 تاش یا 4 تا چیزی شبیه به یک هایکو برامو درست کنی. خیلی ممنون، بفرمایید لطفا. دخمه. خب میخواین کتابا رو وردارین که بتونیم راحت تر. نه دخمه نه. چرا دخمه؟ دخمه ماه و آتش دختری در قطار. خب پس برعکس. بله آره برعکس میشه. من درستش میکنم. اینطوری میشه، درست شد؟ بله. دخمه ماه و آتش دختری در قطار. دخمه ماه و... بیشتر شبیه اسم کتابه. خب تا هایکو باشه. منم بسازم با همین. آره بله. با چه هیجان انگیز. ماه و آتش. خب دختری در قطار. دخمه. خب یه چیز دیگه هم من اینجا دیدم. خب دوباره پس من هم یه چیزی. آره نه نه نگه دارید. این نظرتون راجع به این چیه؟ ماه و آتش عبادت عاشقانه دختری در قطار. پس شد. دخمه خوب نیست. دخمه رو حذف کنیم مثلا. دخمه رو حذفش کردیم. این شد هایکویی که خانم دهخان برای ما درست کردن. ماه و آتش عبادت عاشقانه دختری در قطار. چقدر تصویر شد، خیلی شعر تصویری شد. خیلی خیلی ممنونم. حالا که ما اومدیم سراغ تصویر، بله. پس یه بخش دیگه اجازه بدید من اینو بچرخونم. خیلی خیلی ممنونم. خیلی هیجان انگیزه. بله شعبد بازی هم داریم میکنیم اینجا. سرکار خانم دهخان، 3 تا تصویر اینجا میبینین. یه آدم برفی، بله. یه در، بله. و یک تلفن گوشی همراه، گوشی تلفن همراه، موبایل. بله. من خواهش میکنم با استفاده از این 3 تصویر یه داستان، یه نوشته‌ای برای ما بنویسی. چون آدم برفی داره، من دوست دارم که برای نویان بگم این قصه رو. بنویسید لطفاً، چون ما اینو نگه می‌داریم. اونجا میز هست، دفترم هست، بفرمایید بشینین و برای نویان بنویسید. بله، چشم. اونجا باید بنویسم. بله. لطفاً شما هم بر اساس این 3 تصویر برای ما داستان بنویسید و با هشتگ نما داستان به اشتراک بگذارید. خب چه مختصر و مفید و سریع. البته تموم نشده، یعنی من این داستانا رو معمولاً برای نویان که میگم از یه جای شروع میکنم، نصفه میذارم بقیه‌اشو خودش بگه. بعد خودش میگه. آره معمولا هم کار کشیده میشه به شوخی خنده و مسخره بازی. داستان‌های پایان باز برای نویان میگی. آره اولش رو شروع میکنم طراحی کردن، بعد اجازه میدم که خودش داستان ادامه بده. خیلی آخه کار عذر میخوام ناجوان مردانه. نه اتفاقا چون داستان تعریف کردن اگه آدم براش پایان تعریف نکنه زیاد کار سختی نمیشه. آره منتها اینکه پایانو از خود بچه بشنوین اونم خیلی جالب و اصلا فکر کنید آدم یه داستان پلیسی بخواد بگه که توش قاتل 17 نفر رو میکشه. ولی تهش نگن که چه جوری کشت.
آره خیلی بد. نه به عهده گذاشتن یه ذره نامردی. منم دوست دارم که ته داشته باشه حتما. آره کارمو راحت کنه، خودمو خیلی. بفرمایید داستان با پایان بازتون رو برام بخونید. بله نوشتم که پسر بچه موبایل مامانشو که ازش گرفته بود تا از آدم برفی که ساخته بود عکس بگیره توی برفا جا گذاشته بود. آدم برفی می‌خواست زودتر تا قبل از اینکه آب بشه موبایل رو به پسر بچه پس بده. چند تا نقطه که یه دفعه سرما ادامه پیدا کرد آدم برفیه بدون اینکه آب بشه. اگه نویان باشه که میگه آدم فضایی ها اومدن و بعد یه اتفاقای افتاد اومدن زمین رو تسخیر کردن و موبایل رو برداشتن و خیلی بعد آدم برفیه یه اسلحه در بود لیزری بود و اون اینجوریه. ولی این هم واقعا روش خوبیه که آدم بقیه داستان رو خودش فکر بکنه. آره. من دقیقا خواهر خودم این کار رو با ما میکرد موقعی که ما بچه بودیم. مثلا میگفتش که خیلی هم عجیب بود برای اینکه مثلا من شاید 5 سالم بوده مثلا اون 11 سالش بود، ولی اینو واسه من اینطوری تعریف میکرد. میگفتش که توی جنگل داری راه میری. من میگم گفت چشماتو ببند توی جنگل داری راه میری. میگفتم خب میرسی به یه کلبه. خب دوست داری بری توی کلبه یا نه؟ آره. میری در کلبه رو باز میکنی، اون تو چی میبینی؟ اینو میبینم. یعنی داستانی که برام تعریف میکرد در حقیقت شما توش مشارکت داشتی. میکردم. منم سعی میکنم با نویان این کارو بکنم. البته من خیلی جدی میگرفتم. مدام میگم نویان همیشه بیشتر مواقع با آدم فضایی و آره فانتزی و اینا. خانم دهخان پشت سر شما سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسیه. لطفاً به یادگار یکی از این سردیس ها رو انتخاب بفرمایید و از طرف ما بپذیرید. وای چقدر عالی. خب من اگر اجازه بدین رهی معیری رو بردارم. بسیار عالی. چرا رهی معیری رو انتخاب کردید؟ برای اینکه هم خودم خیلی اشعارشون رو دوست دارم، هم که پدرم خیلی دوستشون داشت. بسیار برای همین آره برای من خیلی یادگاری ارزشمندی میشه. مرسی. خدا رحمت کنه پدرتون. خدا هم رحمت کنه. ما در این برنامه آرزومون اینه که مردم ایران روزی کتابخون‌ترین مردم جهان بشن. انشالله. امیدواریم. خیلی 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 از حضور شما ممنونم. خیلی لطف کردین. و همینجور از شما خیلی متشکرم که این برنامه رو نگاه کردید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.